در واقع من تو لحظات داشتم میدیدم که کل خانواده من در یک نقطه نورانی که هواپیمایی است که داره پرواز میکنه دارن به سمت مرگ میرند و من فقط نظارگر بودم. در 60 دقیقه امشب روایت کسی را میشنویم که همسر و دو فرزندش را در پرواز اوکراین از دست داد. از کسانی که کارشان تحقیق در مورد سقوط هواپیماهاست خواهیم پرسید چرا ایران نمیخواهد جعبه های سیاه از کشور خارج شود. همچنین در برنامه امشب آغاز روند رسمی استیضاح رئیس جمهوری آمریکا در سنا، دموکرات ها و جمهوری خواهان یکدیگر را به قانون شکنی متهم می کنند. کجا؟ مخالفت با سیاستی 40 ساله در ایران. آنها که پا روی پرچم آمریکا نمیگذارند، غرب زده اند یا به نظام دهنکجی می کنند. این موضوع مناظره امشب است. شروع کرد اعتراف کردن. لیستی از مقامات بلندپایه مملکتی. اتهام یک فرمانده سپاه به رئیس جمهوری ایران. رحیم نوعی اقدم میگوید دولت پشت اعتراضات آبان بود برای فاش نشدن فساد مالی و ارتباط با نفوذی ها. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. سازمان هواپیمایی کشوری ایران در دومین گزارش درباره هدف گرفتن هواپیمای مسافربری اوکراینی برای اولین بار تایید کرده که این هواپیما هدف دو موشک ایران قرار گرفته، اما جعبه سیاه هواپیما هنوز خوانده نشده. در این گزارش آمده که ایران توانایی خواندن جعبه سیاه را ندارد، اما تاکنون از ارسال آن به فرانسه یا اوکراین خودداری کرده. همزمان جاستین ترودو نخست وزیر کانادا از ایران خواسته تا داده‌های جعبه سیاه را فوراً تجزیه و تحلیل کند. اما علت تعلل ایران چیست؟ در جعبه سیاه چه اطلاعاتی است که ممکن است ایران نخواهد دیگران بدانند؟ بیشتر به این موضوعات می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از کسری ناجی. 176 مسافر و خدمه هواپیما در این واقعه در ساعات اول بامداد 13 روز پیش حدود 30 کیلومتری غرب تهران کشته شدند. بسیاری از آنها جوانان دانشجو که بعد از دیداری با خانواده‌هایشان به کانادا محل تحصیل و زندگیشان برمیگشتند. در گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که این هواپیما که ساعت 6:12 صبح از فرودگاه امام خمینی بلند شد، 3 دقیقه بعد از صفحه یکی از رادارهای فرودگاه محو شد. و 3 دقیقه بعد از آن در ساعت 6:18 از صفحه رادار دوم فرودگاه هم. در این گزارش آمده که جعبه های سیاه هواپیما یکی مخصوص ثبت اطلاعات پروازی و دیگر مخصوص ضبط صدای کابین خلبان هر دو بر اثر سانحه و آتش سوزی آسیب دیدند. معلوم نیست که حافظه آنها قابل خواندن باشد. در این گزارش با اشاره به جعبه های سیاه هواپیما گفته شده متخصصان ایرانی همگی توافق دارند که این نوع دستگاه ها از بروزترین دستگاه های موجود دنیا بوده و امکانات بازخوانی آن در کشور موجود نیست. در این گزارش گفته شده که لیست لوازم مورد نیاز از کشورهای فرانسه و آمریکا خواسته شده، اما این کشورها تا کنون پاسخی مثبت ندادند. این گزارش برای اولین بار تایید می‌کند که این هواپیما در اوج بالا گرفتن خطر جنگ بین ایران و آمریکا هدف دو موشک تور قرار گرفتند، موشک‌های ساخت روسیه. قبلا نیویورک تایمز در گزارشی بر اساس ویدیوهایی که به دستش رسیده بود خبر داده بود که هواپیما هدف دو موشک قرار گرفته با فاصله حدود 30 ثانیه از یکدیگر. موشک تور M1 موشکی ضد هوایی است با بردی نزدیک به 20 کیلومتر. این یک فیلم تبلیغاتی روسیه درباره این موشک ها. هنوز معلوم نیست که چگونه افراد سپاه پاسداران هواپیمای مسافربری را آنطور که میگویند با یک موشک کروز آمریکا اشتباه گرفتند. مسئولان این اشتباه فاجعه بار هنوز معرفی نشدند، چیزی که کانادا و اوکراین خواهان روشن شدن آن هستند. ولی جعبه های سیاه هواپیماست که اوکراین و به خصوص کانادا خواهان تحویل آن به فرانسه هستند.
این جاستین ترودو نخست وزیر کانادا. اما میدانیم که جبه های سیاه از اهمیت کلیدی برای تحقیق در مورد این واقعه برخوردارند و قواعدی وجود دارد برای اینکه این جبه ها در اسرع وقت بررسی شوند، چیزی که نیاز به امکانات مهم فنی دارد که در ایران در دسترس نیست و کم و بیش همه در جامعه بین المللی توافق دارند که فرانسه کشوری است که این جعبه ها را ایران می تواند به آنجا بفرستد. وزیر راه ایران روز دوشنبه در کیف با رئیس جمهوری اوکراین گفتگو کرد. سوالی که گزارش تازه سازمان هواپیمایی کشوری به ذهن می آورد این است که اگر ایران توانایی خواندن جعبه های سیاه هواپیما را ندارد، چرا آنها را به فرانسه یا اوکراین نمی فرستد؟ کسرا نجی، بی بی سی. مایک فیویان، خلبان پیشین و رئیس بخش پرواز در سازمان امنیت هوایی بریتانیا از ساسکس این کشور با ماست. آقای فیویان، خوش آمدید به برنامه. جعبه سیاه این هواپیمای اوکراینی ممکنه حاوی چه اطلاعاتی باشه که ایران مایل نیست افشا بشه؟ در این مورد یک مقدار عجیبه، چون جعبه های سیاه که حالا راستشو بگیم نارنجی هستن و سیاه هم نیستن، اینها میتونن که استفاده بشن برای اینکه دلیل سانحه رو به ما نشون بدن و در این مورد خاص یک مقدار قضیه گیج کننده است، چون که دلیل رو ما از قبل میدونیم، برای اینکه اگرچه دیر اعتراف کردن ولی مقام های ایرانی اعتراف کردن که موشک به شلیک شده به این هواپیما. بنابراین از این بابت یک مقدار گیج کننده است که چرا باید که نگران باشند که داده های از این جعبه ها فاش بشه. طبیعتا این داده ها مسیر پرواز رو نشون میدن یا بحث ضبط شدن صحبت های ضبط شده اعضای کابین خلبانی است. بنابراین ما به دنبال این داده ها هستیم، اما یک مقدار عجیبه، چون به هر حال ما دلیل سقوط رو میدونیم. بنابراین دلیل این تقاضای ایرانی ها یک مقدار عجیب به نظر میاد. ایران از آمریکا و فرانسه درخواست کرده که تجهیزات لازم برای خواندن محتویات جعبه سیاه رو به ایران ارسال بکنن. چقدر معمول چنین چیزی؟ اگر کشوری امکان خواندن محتویات رو نداره، چقدر معموله که درخواست تجهیزات بکنه به جای اینکه جعبه سیاه رو ارسال کنه؟ باید بگیم که غیر معموله. معمولا کشورهایی که کارشناسی، توان کارشناسی یا تجهیزات لازم رو ندارن برای اینکه این داده های جعبه سیاه رو دانلود کنن، کاری که میکنن اینه که معمولا جعبه ها رو به کشور دیگر میفرستن تا این اتفاق اونجا بیفته. به عنوان مثال در مورد مصر، وقتی که یک هواپیمای A380 رو از دست داد، جعبه رو به فرانسه فرستاد. فرانسه کشوری که این کارشناسی این توانایی رو داره، بریتانیا همینطور، آمریکا همینطور. در این مورد همونطور گفتم یک مقدار غیر متعارفه، غیر معموله این اصرار اونها که این تجهیزات به داخل ایران برده بشه و اطلاعات در ایران دانلود بشه. من لزوما نیت پلیدی در این قضیه نمیبینم، ولی فکر میکنم که اگر که بازرسان بین المللی، به شرطی که بازرسان بین المللی اجازه داشته باشن اونجا حاضر باشن و در فرایند دانلود داده ها حضور داشته باشن، لزوما پدیده مشکوک یا منفی نمیتونه باشه. آقای ویویان، سوالی که هنوز برای بسیاری مطرح اینه که چرا حریم هوایی ایران بسته نشده بود در اون شب؟ سپاه پاسداران میگه که اونها اعلام کرده بودند به مقام های هواپیمایی که قراره در وضعیت هشدار و آماده باش باشند. اساساً آیا قوانین بین المللی وجود داره که کدام نهاد در کشورها مسئول بستن حریم هوایی؟ این سوال خوبیه. به واسطه اینکه این یک شرایط به طور بالقوه حساس و خطرناکی بود به واسطه حمله موشکی ایران به اون پایگاه آمریکایی، خیلی روشنه که
ایران در شرایطی بود که باید پیش بینی میکرد یک انتقام احتمالی رو، و در چنین شرایطی طبیعتاً تصمیم معقول و حتی میتونم بگم ضروری این بود که تمام ترافیک هوایی غیر نظامی باید تعطیل میشد و فرودگاه های تهران باید تعطیل میشدن. بنابراین تا اونجا که من میدونم حدود 9 یا 10 هواپیما در ساعات اولیه اون روز قبل از این پرواز اوکراینی از اون فرودگاه عازم شدن. در چنین شرایطی باید انتظار داشت که مقام های ایرانی در درجه اول، مقام های هواپیمای کشوری، هواپیمای غیر نظامی، این فرودگاه رو تعطیل می‌کردند تا زمانی که اون خطر و ابهام اون شرایط خاص جنگی برطرف می‌شد. بنابراین خیلی روشنه که یک مشکل ارتباطی بوده بین مقام های هواپیمای نظامی و هواپیمای کشوری یا غیر نظامی ایران در اون شرایط. خود ایرلاین ها آیا مسئولیتی دارند برای اینکه فاصله هست از زمان اولین حمله های موشکی ایران به عراق تا زمان بلند شدن این پرواز اوکراینی؟ حتی یکی از مسافران پیامی داده بود، گفته بود که تو این شبی که داره جنگ میشه ما موفق شدیم پرواز بکنیم. به نظر میاد که همه در جریان اون شرایط احتمالا جنگی اون شب بودند. این سوال خوبیه. طبیعتاً کمپانی هوایی، شرکت هواپیمایی هم یک مسئولیتی تا یه حدی داره. خیلی از کشورها در چنین شرایطی، خیلی از کمپانی‌ها در چنین شرایطی تصمیم می‌گیرن که در اون کشور، در اون محدوده پرواز نکنن. بعضی از کمپانی ها ولی اون شب پرواز کردن. اگه اشتباه نکنم هواپیمای روسیه بود، کمپانی های ایرانی بودن که پرواز کردن. این شرکت اوکراینی ظاهرا تصمیم گرفت که این پرواز میتونسته که پرواز امن و ایمنی باشه. شرکت اوکراینی بعداً اعلام کرد که دلیلی نمیدیده که این پرواز رو متوقف کنه و گفته که از جانب مقام های ایرانی هیچ هشدار و پیامی به اونها ابلاغ نشده. من فکر نمی کنم این استدلال قابل قبولی باشه، چون کشور، اون دولت هر چی به شما بگه، در نهایت اون کمپانی این وظیفه جدی رو به گردن خودش داره که به امنیت و ایمنی پرواز خودش، مسافران خودش و خدمه خودش فکر کنه و تصمیم بگیره. البته اونها باید بگیم که تا حدی وابسته هستن به اطلاعاتی که به اونها ارائه میشه. این رو باید گفت، اطلاعاتی که یا دولت خودشون بهشون میده یا اون دولت کشوری که دارن ازش پرواز میکنن. بنابراین میشه گفت که شاید اون کمپانی هواپیمایی در اون لحظه به طور کامل آگاه و مطلع نبود از میزان خطری که تهدیدش میکرد و چه بسا گمراه شد به واسطه اینکه دید مقام های ایرانی هواپیما رو، فرودگاه رو نبستند. همونطور گفتم در اون شرایط باید فرودگاه بسته میشد و با توجه به اینکه فرودگاه نبستن، شاید بعضی از افراد از این لحاظ گمراه شدن و دچار یک احساس امنیت کاذب شدن. متشکرم مایک. ویویان خلبان پیشین و رئیس بخش پرواز در سازمان امنیت هوایی بریتانیا با ما. خانواده کشته شدگان پرواز اوکراین هنوز در شوک از دست دادن عزیزانشان هستند و سوگوار. هنوز خواهان روشن شدن ابعاد این فاجعه و اطلاع رسانی شفاف از سوی مسئولان حکومتی. دکتر علیرضا قنچی یکی از آنهاست. او در گفتگویی که با مریم افشنگ داشته از عزیزانی که از دست داده میگوید و از درخواستی که در این شرایط از حکومت دارد. از را به خاطر بسپار. پرنده مردنی است. مثل اکثر خانواده ها دقایقی قبل از پرواز با عزیزان مسافرش تماس گرفته و مطمئن که همه چیز خوب پیش می رود. نیم ساعت بعد از آخرین تماس تلفنی با خبر می شود که گویا حادثه ای رخ داده. کانال 6 خبر ایران رو گرفتم. دیدم زیرنویس داره میگه که این پرواز اوکراین به سقوط کرده و خیلی استرس وحشتناکی گرفته بودم، چون دستم به جای بند نبود. نشون داد تصویریه که هواپیما تو آسمون داره میره و آتیش گرفته و در واقع من تو لحظات داشتم میدیدم که کل خانواده من در یک نقطه نورانی که هواپیمایی است که داره پرواز میکنه دارن به سمت مرگ میرند. من فقط نظاره گر بودم.
متاسفانه، تا اینکه این شیء نورانی که هواپیما بود خورد به یک جایی و انفجار انجام شد و تو اون لحظات خدا میدونه بر من چی گذشت. این شما باشید پشت مانیتور و ببینید لحظاتی رو که خانواده‌ات داره، همه خانواده‌ات داره از دست میده. دکتر علیرضا قنچی، درسای 17 ساله، پارسای 8 ساله و فائز فلسفی همسرش را پس از 23 سال زندگی مشترک از دست داد. فائز فلسفی فارغ التحصیل فوق لیسانس مهندسی مکانیک و MBA از دانشگاه صنعتی شریف بود و برای علیرضا قنچی نابغه‌ای که 23 سال پستی بلندی های زندگی را با او پشت سر گذاشته. به کمک هم دیگه تونستیم یک شرکت خیلی موفقی رو تو ایران بنا کنیم و در واقع بر اساس به خاطر هوش سرشاری که داشتن و تلاش‌های زیادی که کردند، این شرکت در کنار شرکت‌های بزرگ دیگه‌ای که در ایران هستن به نام شدن. متاسفانه ایشون توی تورنتو به دلیل اینکه در واقع بچه های ما اونجا بودن و میخواستن بچه ها رو کر کنن، کار مهندسیش نتونستن شروع کنن ولی وارد مقوله ریل استیت شدن و توی این زمینه هم خیلی موفق بودن. دو سال پیاپی تونستن جایزه، یکی از جایزه جوایزی که مال هومبت لایف تورنتو هست رو دریافت کنن. درسا قنچی 3 روز قبل از تولدش و در 17 سالگی در هواپیما جان باخت. پدرش میگوید به خوبی پیانو می نواخت و در سن 12 سالگی کار انیمیشن را شروع و در 14 سالگی از این کار تولید درآمد کرد. من خودم سالها دارم تدریس می کنم. فکر می کنم باهوش تر از دختر خودم کسی تا الان ندیدم. کارهای انیمیشن دخترم تو یوتیوب که اسمش ازش مکسی MAXIE بالای 167 هزار تا سابسکرایب داره. کارهایی که انجام میدادش گاهن بیش از 2-3 میلیون لایک هیت میخوردش و از این قضیه هم ایشون درآمد داشت، حالا منهای این که خیلی معروف بودش. من خودم نمیدونستم که ایشون چقدر گرید داره توی زمین های مختلف، ولی الان که دیگه نیستن دوستانش توی کامیونیتی انیمیشن براش یه دونه پیج ساختن و تمام در واقع گرایت هایی که تو لایتینگ و چیزهای دیگه که من انیمیشن هست و من سر در نمیارم رو توش اشاره کردم. پسر شیرین زبونم، خوشخنده، پر از انرژی، عاشق پارکور بود، به زبان فرانسه صحبت میکرد، بعد عاشق ایران بود. پسرم خیلی دوستش به ایران، از یک ماه قبلش اکسایتد بود به قول خودش، البته دخترم هم همینطور. نرسید به اونجایی که پسرم هم بتونه استعدادش رو نشون بده به ما چون سنش کم بود. وقتی خبر سقوط هواپیما اعلام شد، سازمان هواپیمایی ایران ابتدا دلیل را نقص فنی اعلام کرد و بعد از 3 روز فرمانده سپاه از شلیک موشک به هواپیما خبر داد. برای بازماندگان شاید پذیرفتن قضا و قدر یا تقدیر آسان تر باشد. شما تصور کنید که بدونید که بچه های شما بر اثر حمله خارجی آسیب دیدن و از دنیا رفتن. این برای شما قابل هضم نیستش و خیلی از روانی و آدم آسیب وارد میکنه، خصوصا این که اخیراً هم این موضوع الان نمیدونم شایع است یا نه ولی گفته میشه که نه تنها یک موشک بوده، دومی موشک هم به این هواپیما اصابت کرده و این شایعه ای که اگه اولیش به صورت خطا بوده دیگه نمیشه پذیرفت دومیش خطا بوده، دومیش احتمال اینکه عمدی باشه بسیار منطقی تر به نظر میرسه. انتظارم این هستش که خیلی سریع مسئولین، فرق نمیکنه چه مسئولین کشور خودم چه مسئولین کشورهای دیگه که به این قضیه زینف هستن یا با مشکل برخوردن، اینو مشخص کنن برای ما منتظر جواب صحیحی هستیم از این موضوع. نزدیک 2 هفته از وقوع فاجعه گذشته. علیرضا قنچی و خانواده‌های داغدار 176 جان باخته هواپیمای اوکراین برای گذر از شوک از دست دادن عزیزانشان باید با مسائل زیادی دست و پنجه نرم کنند، از جمله روزها و مناسبت‌هایی که هر بار داغ را تازه‌تر می‌کند. درست 3 روز بعد از این اتفاق تولد درسای عزیزم بودش. به من گفت بابا سورپرایز دارم برات و من گفتم که سورپرایز چی هستش؟ گفتش که یه قطعه یاد گرفتم که روش می‌خوام بخونم برات با پیانو و گفتم خب ریکورد کن برام بفرستش حالا که من اینجا هستم. گفت نه، میخوام سورپرایز بشه شب تولد برات بنویسم، که متاسفانه این اتفاق هیچ موقع نیفتاد.
ولی ما بعد از اینکه از این اتفاق افتاد، سه روز بعدش که تولدش بود براش جشن تولد گرفتیم. مریم افشنگ، BBC. مایکل بورسوکیو، سخنگوی سابق سازمان امنیت و همکاری اروپا است که وظیفه نظارت بر تحقیقات سقوط هواپیمای مالزی در اوکراین را بر عهده داشت، رو از پرتغال با ماست. آقای بورسوکیو، خوش آمدید به برنامه. شما فکر می‌کنید که علت اینکه ایران جعبه سیاه رو به خارج از این کشور ارسال نمی‌کنه چی می‌تونه باشه؟ قبل از هر چیز تسلیت من به خانواده های سوگوار این واقعه دردناک. من میبینم که این روزها هر روز ما داریم یک خبر متفاوتی میشنویم از اینکه برنامه های رژیم ایران چی است در ارتباط با این جعبه سیاه. امروز تا اونجا که من مطلع شدم تصمیمشون این هست که جعبه سیاه رو نگه دارن و بعد از خواستار تکنولوژی فرانسوی شدن که بتونن این رو بخونن. این هواپیمایی که متعلق به کمپانی هواپیمای اوکراین بود یک هواپیمای جدیدی بوده، بنابراین تکنولوژی که در اون نصب شده بوده غالبا فراتر از توان خواندن ایرانی ها هست. اما از طرف دیگر با توجه به اینکه ایران تحت تحریم هست، من یک مقدار تردید دارم که ایرانی ها و آمریکایی ها و فرانسوی ها این تکنولوژی رو به ایران ارسال خواهند کرد. ما اخیراً شنیدیم که از دولت اوکراین یا دولت که ممکنه که این جعبه‌های سیاه رو به یک کشور ثالثی مثل فرانسه یا اوکراین یا کانادا بدن که اونجا خونده بشه. به نظر من این خبر خوبی نیست، رفتار مناسبی نیست از جانب ایران، از جانب کشوری که در درجه اول قول داده بود که یک تحقیق جامع و کامل در این باره انجام بشه. بنابراین به نظر من این روی کرده ایران جای تأسف داره. روند دریافت یا درخواست غرامت چطور خواهد بود؟ اگر که دادگاهی بخواد ایران رو محکوم بکنه، روند قضاییش چیه؟ همطور که پرواز MH17 رو اشاره کردید، من بخشی از تیم بین‌المللی ناظران بودم که برای اون پرواز به محل سانحه اعزام شدیم. در اون مورد اتفاقی که افتاد این بود که یک محاکمه بین‌المللی قضایی ترتیب داده شد که قرار چند هفته دیگر در هلند آغاز بشه، که این در نتیجه و در پیامد یک مجموعه جدی و دقیقی و مفصلی از تحقیقات قضایی بود که انجام شد. در کنار اون باید ما فرایند به اصطلاح سیویل، یعنی دعاوی حقوقی سیویل و غیر جنایی رو حساب جدایی براش باز کنیم. در این مورد به عنوان مثال خانواده‌هایی بودن که اومدن رفتن مثلا شرکت وسترن یونیون یا یکی از بانک‌های روسی رو سو کردن، ازش شکایت کردن به خاطر اینکه اونها گفتن که اونها تسهیل می‌کردن فرآیند رسیدن پول به اون شورشیای مورد حمایت روسیه که هواپیما رو ساقط کرده بودن. در این مورد من می‌دونم که در مورد مثلا کانادا فعلا گفته که $25,000 کمک میکنه، کمک میکنه برای اینکه اینها خانواده بتونن بلافاصله خرجایی که دارن به اصطلاح یک مقدار رفعش کنن برای رفتن به ایران و حل مسائلشون. از طرف دیگه ایران گفته که به خانواده ها غرامت پرداخت میکنه، ولی من فکر میکنم که to do this not only for moral reasons but because when their airline فکر می‌کنم که این وظیفه ایرانیاست که در این رابطه این حتما این غرامت رو بپردازن، چون فراموش نکنیم که چند سال پیش که ایرباس ایران رو آمریکایی‌ها ساقط کردن، ایرانی‌ها به دادگاه بین‌المللی رجوع کردن برای دریافت غرامت. بنابراین در این مورد خاص باید که خودشون غرامت رو پرداخت کنن با توجه به سابقه اون مورد. یکی از بحث‌هایی که در ساعات اولیه بعد از این حادثه مطرح بود این بود که مقام‌های ایران صحنه رو خیلی به سرعت پاکسازی کردند. امروز هواپیمایی کشوری در گزارشش گفته که این رویه متعارف بررسی سانحه هوایی. شما بر اساس تجربتون آیا چنین ادعایی رو تایید می‌کنید؟ واو.
این کاملا یک پاسخ مضحک از جانب ایران، نه فقط یک رفتار توهین‌آمیز و موهن بود به کسانی که در این واقعه کشته شده بودند و جنازه های اینها وقتی رفتن که اینها رو با بولدوزر خواستن که اون منطقه رو پاکسازی کنن، بلکه از نقطه نظر تحقیقات لازم اینها باید اون منطقه رو حفظ میکردن، دورش کردون یعنی تناب و خط میکشیدن تا اون منطقه به طور کامل حفظ بشه تا تحقیقات بتونه انجام بشه. طبیعتاً باید با یک شیوه مناسب و محترمانه ای اجساد رو از اونجا منتقل میکردن تا اینکه احترام لازم در قبال اونها رعایت بشه. اما فراموش نکنید که در هر بخش بازمانده از خاک یا بدن اجساد یا اجزای باقی مانده از هواپیما بقایایی هست، دادایی هست که میتونه در تحقیقات کمک کنه، همینطور حتی ممکنه که مواد منفجره بر جا مونده باشه. بنابراین به نظر من این مشمئز کننده است که این کار رو کردن و کار محققان و تحقیق کننده و بازرسان رو هم با این حرکتشون دشوارتر کردن. متشکرم. مایکل بورسوکی و سخنگوی سابق سازمان امنیت و همکاری اروپا. اما در چند روز اخیر انتشار عکس‌هایی از کارگاهی در ایران که پرچم آمریکا و اسرائیل برای آتش زدن تولید می‌کند در رسانه‌های غربی بازتاب داشته. از سوی حکومت ایران تعداد پرچم‌ها برای لگد کردن را بیشتر کرده و از سوی دیگر نوع مخالفت‌ها با این سیاست متنوع‌تر شده. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. پایکوبی در ایران بر روی پرچم آمریکا و اسرائیل، حرکتی که در 4 دهه عمر جمهوری اسلامی نماد آمریکا و اسرائیل ستیزی است. اخیراً تصاویری در ایران نشان می‌دهد که از یک سو تعداد پرچم‌ها برای لگد مال کردن در اماکن عمومی زیاد شده و از سوی دیگر مقاومت مدنی برخی از مردم در برابر این سیاست حکومتی فراگیرتر شده. مثلا اینجا در دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشجویان به کسانی که روی پرچم می‌روند اعتراض می‌کنند. کجا؟ پرچم‌ها جاهایی نقاشی می‌شوند که چاره‌ای برای آبرین جز رد شدن از روی آنها نگذارند، مثلا روی پلکان. اما در کردستان دانشجویان ترجیح می‌دهند از باغچه رد شوند. در این دانشگاه از روی آن می‌پرند. حتی برخی کودکان در مدارس هم از این کار اجتناب می‌کنند. و رانندگانی که باید در وسط بزرگراه ویراژ دهند. بازار لگد کردن و آتش زدن پرچم در نماز جمعه معمولاً داغ است، اما تلویزیون دولتی ایران نشان داد همه نمازگزاران هم با این کار موافق نیستند. حتی در مسجد هم برخی از این کار پرهیز می‌کنند. در دانشگاه گرگان دانشجویان در اعتراض به این سیاست شعار دادند. عکس‌های فرهاد بابایی که اخیراً در رسانه‌های غربی بازتاب داشته، کارگاهی در خمین را نشان می‌دهد که پرچم آمریکا و اسرائیل برای سوزاندن و لگد کردن تولید می‌کند. تا به حال رد شدن از روی پرچم آمریکا نتیجه سیاسی ملموسی برای حکومت ایران نداشته، اما رد نشدن از روی آن رئیس جمهوری آمریکا را خوشحال کرده. یه پرچم بزرگ آمریکا رو گذاشتن روی زمین تو خیابون و قرار بود هزاران هزار ایرانی روش را برن و لگدش کنن و پایمالش کنن و بزنن بترکوننش، اما همشون از کنارش رد شدن. ترامپ رو دوست دارن، شما رو دوست دارن، من نماینده شمام، اونا ما رو دوست دارن. البته منتقدان آقای ترامپ میگویند این اقدام مردم بیشتر دهنکجی به سیاست دشمنی با آمریکاست تا دوست داشتن شخص ترامپ. یکی از مخالفان سرسخت این سیاست صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران است که برای رد نشدن از روی پرچم هم مجبور شد از نرده بالا برود، هم وقتی بسیجی ها میخواستن مجبورش کنند از قدرت بدنیش استفاده کند. او پیشتر در برنامه تلویزیونی دلیل انتقادش از این سیاست را عنوان کرده. چرا سرتون رو بردین مثل کپ تو برف فرو و نمیخواین خیلی از واقعیت ها رو ببینین؟ من مخصوصا پریدم که پرچم آمریکا رو لغت نکنم. اون وقت شما ببین چه چیزای علیه من گفتن. آقا پرچم یک کشور رو آتیش زدن اشتباه هستش، توهین به اون ملت. پرچم یک کشور رو گذاشتن زمین آقای علیزاده و از روش راه رفتن،
خطا هست، شما دارید به اون ملت توهین میکنید. البته احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و از طرفداران این سیاست اعتقاد دارد کسانی که پرچم را لگد نمیکنند جاسوسند. نقل کردن این آقا وقتی رد میشدن رو زمین عکس پرچم امریکا و اسرائیل بوده، پرچم امریکا و اسرائیل رد نشدن، از کنارش رفتن. اینا امریکایی هن، اینا اسرائیلی هن، اینا ستون پنجم امریکا و اسرائیل هن، اومدن در کشوری کار رو میکنن. آتش زدن پرچم امریکا در مجلس ایران هم سابقه دارد، زمانی که امریکا از برجام خارج شد. البته این اقدام منتقدانی هم داشت، مانند علی مطهری نماینده تهران که حالا برای دور بعد رد صلاحیت شده. این رفتار بدی بود، این اقدام کار درستی نبود. در گزارشی که شب گذشته منتشر شد اعلام شد 2/3 مردم آمریکا با این اقدام ترامپ مخالف هستند. بعد ما با آتش زدن پرچم در مجلس در حقیقت مردم این کشور را در برابر خودمان قرار می‌دهیم. سیاست پرچم سوزی و لگد کردن آن احتمالاً ادامه خواهد داشت، اما به نظر می رسد که دود آن این روزها فقط به چشم سیاست مداران آمریکایی نمی رود. پرهام قبادی، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر حبیب بابایی خبرنگار جنگ و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ماست. آقای بابایی، معتقدند آتش زدن پرچم آمریکا نشانگر خشم و نفرت یک ملت است و جوابی است به رفتارهای پشت صحنه سران کشورهای غربی. و همچنین رامین پرهام نویسنده از پاریس با ماست. آقای پرهام، معتقدند که آمریکا ستیزی از ارکان نظام جمهوری اسلامی و حذف اون هویت رژیم رو به خطر میاندازه. خوش آمدید به برنامه. آقای بابایی، با شما شروع بکنیم. چقدر فکر میکنید که فراگیر میبینیم تصاویری رو منتشر شده در هفته های اخیر که بسیاری از معترضان حاضر نیستند راه برند روی پرچم آمریکا و اسرائیل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما با دولت آمریکا مشکل داریم، با ملت آمریکا مشکل داریم. آتش زدن پرچم آمریکا یا انگلیس حاوی این پیام است برای ملت، مردم این کشورها، که بدانند دولت مردان آنها حیثیت بین المللی و آبروشون را لکه دار کرده است. آتش زدن پرچم نه تنها در ایران است، از یونان گرفته ترکیه، ایران، در کشورهای منطقه تا شمال آفریقا، الجزایر، حتی در ژاپن. آتش زدن پرچم امریکا دست دولت نیست، این خشم نفرت یک ملت است. خشم این خشم نفرت از ماجراهایی که سران آمریکایی در پشت صحنه انجام میدهند. آتش زدن پرچم امریکا دخالت آمریکا در منطقه است. شما یک نظرسنجی اگر جهانی راجع به دولت مردان آمریکایی انجام کرد، مطمئن باشید تمام ملت های جهان نظرشون راجع به این موضوع منفی. ما با ملت آمریکا مشکل نداریم، با دولت آمریکا مشکل داریم که در طول تاریخ معاصر از هیچ تلاشی برای عقب راندن ما ملت ایران دریغ نکرده. ما با آمریکا مشکل داریم چون با وجود هویت فرهنگی غنی رئیس جمهور آمریکا ما را تروریست وحشی خطاب میکند. این جواب بسیار است. اولا ما با مردم آمریکا هیچ مشکلی نداریم، ما دولت مردان آمریکا مشکل داریم چون که خوی استثمارگری دارند. جواب این موضوع تحریم‌های ظالمانه، کودتای 28 مرداد، حمله به هواپیمای مسافربری ما، ترور سردار سلیمانی و اسارت گرفتن دانشمند ایرانی. دکتر سلیمانی، آقای پرهام، فکر میکنید که این پیامی که آقای بابایی میگن مخابره شده به سران دولت‌های غربی، مشخصا آمریکا؟ این صحبت میهمان دیگر شما پیام نیست، سفسطه است. سفسطه هم نمیشه خلاصه کرد، از سفسطه هم رد شده، یعنی تبدیل به دریوری شده که 40 سال متاسفانه ادامه داره و پیامت های این دریوری رو 83 میلیون ایرانی دارن میدن. ببینید، نظامی که باهاش طرف هستیم یک نظام فرقه ایست، یه فرقه است که یکی از اعضاش هم مهمان دیگر این برنامه است. از واقعیت عینی دنیا منقطع و در درون خودش مقلد، این تعریف فرقه است. و این فرقه 40 سال پیش پس از دهه ها و برخی تاریخ نگاران میگویند مثل دکتر کشاورزی پس از چند قرن بالاخره تونست کل قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، قضایی، مالی رو در فلات ایران به دست بیاره. فرقه‌ای که ریشه‌اش برمیگرده به میان رودان و شامات و هیچ ربطی اصلا به فلات ایران. این فرقه الان تبهکار هم که هست و الان با شدیدترین بحران هستی خودش
نه فقط سیاسی بلکه بقای خودش در این 40 ساله گذشته در ایران روبروست و برای اینکه بتونه از این بحران رد بشه به انسجام اون تتمه پایگاه اجتماعی که واسش مونده احتیاج داره. این انسجام یکی از ارکانش دشمنی با آمریکاست که رسم 40 ساله بسیار کریه بسیار کریه برخلاف دریوریهایی که آقای بابایی گفتن از ارکان این رسم. بله آقای پرهام ممنون میشم اگه که با ادبیات محترمانه با هم گفتگو بکنیم. آقای بابایی، ادبیات من محترمانه است خانم، دریوری کلمه دیگه در فارسی براش نیست. بله آقای بابایی، میفرمایید که این خشم و نفرت یک ملته، در حالی که ما میبینیم در همین اعتراضات هفته گذشته بسیاری از دانشجوها حاضر نشدند قدم بگذارند بر پرچم آمریکا، بر پرچم اسرائیل. تعداد انگشت شماری بودند که روی پرچم ایستاده بودند. فکر نمی‌کنید که این پیامی که شما تعمیم میدید به کل ملت ایران بیشتر میتونه پیام اقلیتی در جامعه ایران محسوب بشه؟ اون کسانی که پرچم رو پارو پرچم آمریکا نذاشتن دوستای آقای پرهام هستن، اینا آدمای اجاره‌ای هستن. ببینید شما یه سرداری مملکت، یعنی شما میفرمایید که اکثر دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی عوامل غرب هستن؟ نه ما به دانشجو احترام زیادی قائل هستیم، اینا دانشجو نیستن، اینا آدمای اجاره‌ای هستن. یعنی دانشجوهای دانشگاه شهید بهشتی آدمای اجاره‌ای هستن؟ کی اجارهشون کرده آقای؟ اسم دانشجو دانشگاه شریف امیرکبیر خودشون معرفی می‌کنن. اگر شما نگاه کنید دانشجو نیستن، اینا آدمای اجاره هستن. در داخل دانشگاه آقای بابایی تجمعی انجام شده؟ در داخل دانشگاه می‌بینیم که دانشجوها حاضر نیستن. تمام گلزنی رسانه‌هایی که هستن که در جلو دانشگاه دانشجویان هستن، نه اینا دانشجویان ایرانی نبودن. اجازه بدیم سوالتون جواب کجایی شما بودن؟ سردار ایرانی رو ترور میکنید بعد انتظار دارید پرچم شما رو آتیش نزنن؟ ما با دولت و مردم آمریکا مشکل نداریم، ما با دولت مردم آمریکا مشکل داریم چون تلاش میکنن هویت ما را پاک و مخدوش کنن، از جمله گفتن ایرانی های تروریست و خلیج فارس عربی. ما با آمریکا مشکل داریم، از آشوبگران داخلی حمایت میکنند. ما با آمریکا مشکل داریم که تروریست ها را در منطقه ترور تخریب آموزش یاد میدهد. در این اواخر شما دانشمند ما را دکتر سلیمانی ما را از اسارت آمریکایی‌ها گرفتیم، متاسفانه در کشور سومی سردار ما را ترور کردن. اسم شما بی بی سی هم در این رسانه گفت کشته شد. نه من محکوم میکنم رسما این تروری دولتی بوده، سردار ما را ترور کردن و این نفرت نه ایران بلکه در منطقه. شما پاکستان هم همینه، ایران هم همینه، اندونزی، مالزی، شمال آفریقا، سریلانکا هم که برید امروز دارن پرچم امریکا رو آتیش میزنن. این پیامی هست برای ملت امریکا که ما به دولت مردان شما را دخالت در شهرهای ما، در کشورهای ما، دخالت ویزای آمریکاست و تا زمانی که آمریکا در این منطقه دخالت در منطقه انجام دهد این آتش سوزی پرچم آتش سوزی را ادامه خواهد. آقای پرهام، به هر حال سیاست‌های آمریکا در منطقه بخشش قابل دفاع نیست از دید بسیاری از مردم منطقه. مثلا کدوم ها؟ آقای بابایی، از دید شما کدام سیاست آمریکا قابل دفاع نیست؟ ببینید آمریکا کجا دخالت نمی‌کند، از عراق گرفته تا اروپایی که شما هستید در منطقه، در کدوم کشور آمریکا دخالت نمی‌کند؟ ببینید یه چیزی هم خدمتتون عرض کنم، ما با ملت یهودیایی که هستن با اسرائیل مشکل داریم، ما با صهیونیست ها مشکل داریم. ما با یهودیای ایران داخل ایران احترام می‌ذاریم، صاحب کتاب هستن، در پارلمان ما نماینده دارن، احترام میذاریم و خودمون اسیر این صهیونیست ها هستن که اگر امروز خودشون پشت آمریکا قائم میکنن ما با اونا مشکل داریم. آمریکا در همه جا دخالت در عراق شما ببینید از این واضح‌تر متوجه شدم. آقای اجازه بدید نظر آقای پرهام بشن. نکرده آقای پرهام، شنیدید مثال هایی که آقای بابایی زدند؟ ایشون مثال نزدن، ایشون رفتن سر وقت در پاسخ به پرسش شما رفتن سر وقت یهودیان، بعد از اونجا زدن به سیونیزم، نه صهیونیزم، سیونیزم اسمش یک فلسفه سیاسی است و در قرن 19 هم شکل گرفته و صحبت کردن از سلیمانی رو میگن دکتر سلیمانی، من نمیدونم این آقا که دکتر شد، بعد میگن سلیمانی رو ترور کردن. خیر قربان، ترور موقعی است که گروهی نظامی، شبه نظامی، زیرزمینی یا
از اسلحه خشونت و زور بر علیه غیر نظامیان استفاده کنه. این دکتر سلیمانی شما یک فرمانده نظامی است. آقای پرهام، آقای بابای اجازه بدید صحبت های آقای پرهام رو بشنویم. صحبت های شما رو شنیدیم. چون من اشتباه کردم سلیمانی یک نظامی بود، درگیر جنگ بود، در چندین کشور از یمن تا میان رودان تا شامات سالیان ساله داره دخالت نظامی میکنه، پول پخش میکنه، گونی گونی پول پخش میکنه، سیاستمدارا رو میخره، مزدور داره، از پاکستان و افغانستان فاطمیون و زینبیون جمع میکنه، بهشون پاسپورت ایرانی میده، میبره 3000 4000 5000 کیلومتر ورتر میگیره جنگ. اگر این دخالت نیست شما در فارسی چه کلمه‌ای براش دارید جناب آقای بابایی؟ اینه که من جدا خانم مجری، من اسم شما رو نتونستم یادداشت کنم، من نمیدونم به کدوم بخش از سفسطه‌های این مهمان شما بود پاسخ داد. شما از من یه سوال مشخص در یه زمینه مشخص بکنید من جواب بدم. ببینید من متاسفم دارم با یه ایرانی صحبت میکنم که ایران ستیزه. من از کردم اسخانه میخواب اسم کوچیک دانشمند آقای بابایی. من ایرانی هم یه اجاره‌ایم. شما الان گفتید که همه اجاره‌ای هم، هرکی مثل شما نیست اجاره‌ایه. مجری این دستانه گفتن که این نفرت از آمریکا رو شما تعمیم دادید کسانی که در داخل کشور خودش شما به کل ملت پیشون جاسوس و عامل هستن، آدم اجاره‌ای هستن. و برای شما میخوام یه نمونه اشاره کنم، شما فکر کنم از قافله خیلی عقبیم، دانشمند دکتر ما آقای سلیمانی که توسط سوئیس زوریخ آزاد شد، عرض میکنم ایشون دانشمند دکتر هستن و سردار سلیمانی سردار نظامی ما هستن. دانشمند دکتر را چه رکبه هستن؟ اجازه بدید آقایون، بحث به هر حال بحث ما الان قاسم سلیمانی نیست، بحث رو به اندازه کافی راجع به قاسم سلیمانی صحبت کردیم. بحث سیاست آمریکا ستیزیه و مشخصا سیاست آتش زدن پرچم. آقای پرهام خیلی خلاصه لطفاً بفرمایید که به غیر از به نوعی تبلیغات رسانه‌ای چه دستاورد عملی و ملموسی داشته آتش زدن پرچم آمریکا؟ هیچی معروف خمینی 40 ساله که ببینید خانم محترم هموطن عزیز من، کشوری که دارید راجبش صحبت میکنید جزء صدرنشین های شاخص فلاکت در دنیا، فلاکت میزمینه است. خب این از کجا اومده؟ این از مریخ که نیومده که. مگه دستگاه های سیاسی پاریس و لندن و آمریکا بیکارن که صبح تا شب بشنن بر علیه مصدق، بر علیه سلیمانی، بر علیه خمینی توطئه بکنن؟ کار دیگه ای دارن. اقتصادشون تو تکنولوژی است، اقتصادشون تو قرن 21، اصلا دانشگاه‌هاشون سیلیکون ولی‌شون و همه چیزشون. یعنی یک ایران ما نه تنها این دستاوردی نداشته، نه تنها ما منزوی شدیم، نه تنها دستکش دست می‌کنن برای اینکه پاسپورت جمهوری اسلامی رو در گمرک دست بگیرن. همه اینا که بگذاریم، ببینید کشورتون به مرز انقراض رسیده، کشورتون صدرنشین فلاکت شده. کی میخواید بیدار شید؟ آقای بابا خودتون بیاید. بله آقای بابای، شما خیلی کوتاه فکر میکنید که واقعا چه دستاوردی داشته 40 سال آتش زدن پرچم آمریکا؟ ببینید عرض کردم ما با مردم آمریکا هیچ مشکلی نداریم، ما با دولت مردان آمریکا مشکل داریم، ما با آمریکای مشکل داریم. دستاورد مشخصا آتش زدن پرچم چه بوده؟ میرسم به جواب سوالت. خیلی فرصت نداریم، لطفاً در یک جمله اگه مشخصاً بگین دستاوردش چه بوده. ما با آمریکای مشکل داریم که قاتل 17000 ایرانی تروریستای منافقین خلق چه آتش آقای بابای آتش زدن پرچم چه دستاوردی داشته؟ برای پرچم زدن یک کشور در یک کشور ثالث این پیامی هست برای ملت اون کشور که دولت مردان شما در پشت صحنه دخالت در کشورهای دیگر میکنن. یه متشکرم. متشکرم حبیب بابایی، خبرنگار جنگ و تلگر مسائل خاورمیانه، رامین پرهام نویسنده. ممنون. متشکرم.
رحیم نوعی اقدم، یکی از فرماندهان سپاه قدس، میگوید اعتراضات آبان ماه را حسن روحانی رئیس جمهوری سازماندهی کرده بود. آقای نوعی اقدم در یک سخنرانی گفته حسن روحانی در واکنش به دستگیری برادرش به اتهام فساد مالی و به گفته او نگرانی از فاش شدن ارتباط دولتش با عوامل نفوذ به قصد ایجاد تنش قیمت بنزین را ناگهان بالا برد. اعتراضات گسترده آبان ماه با سرکوب خشن و مرگبار حکومت روبرو شد. باران عباسی گزارش می‌دهد. من الان خب من سردار نوعی اقدم هم در صحنه بین الملل یک فرمانده استراتژیکم. سخنان رحیم نوعی اقدم، فرمانده قرارگاه موسوم به حضرت زینب در سوریه در مسجدی در تبریز، میگوید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پشت اعتراض‌های آبان ماه بود. حرکت سازماندهی شده بود، حرکت نبود، عملیات بود. 10 رتبان مهم، شاهرگ ترددی حیاتی ترافیکی تهران را انتخاب کرده بودند. در این 10 نقطه این اتفاق افتاد. اعتراضایی که با افزایش ناگهانی قیمت بنزین جرقه خورد. تهران پارس روبرو ماموران گاردیان. اما به سرعت به حرکتی علیه کل حاکمیت تبدیل شد و سرکوب شدید معترضان را در پی داشت. آمار رسمی قربانیان هنوز اعلام نشده، اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دولتی گفته حدود 1500 نفر در جریان یک هفته اعتراض جان خود را از دست دادند. در این قضیه سررشته ندارم. با شروع اعتراض‌ها آیت الله خامنه ای رهبر ایران از افزایش قیمت بنزین حمایت کرد. سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی یه تصمیمی برای کشور گرفتن. باید عمل بشه به اون تصمیم. با این حال فرمانده قرارگاه حضرت زینب میگوید افزایش قیمت بنزین نه تصمیم سران قوه بلکه شخص حسن روحانی بود و حمایت رهبر ایران با هدف خاموش کردن اعتراض‌ها. تصمیم نابخردانه جاهلانه از روی عصبانیت هدفدار یک قوه را صریحا تعمیم داد به سه قوه، در چارچوب اختیارات قانونیش تصمیم سه قوه را تایید کرد که چی بشه؟ که مرد را از نامرد تو خیابون جدا بکنه. آقای نوعی اقدم میگوید حسن روحانی از دستگیری برادرش حسین فریدون به اتهام فساد اقتصادی خشمگین بود و تهدید کرده بود در صورت دستگیری او اعلام جنگ میکند. میگوید سپاه با شنود تماس‌های تلفنی حسین فریدون متوجه ارتباط او با رسول دانیالزاده شده بود، از بدهکاران بزرگ بانکی که چند ماه پیش دستگیر شد. حامد دانیالزاده زنگ میزنه به آقای حسین فریدون که اگر میرفت زندان اعلام جنگ میشد. میگه جنبرگولی را بذار رئیس فلان بانک. صبح میگه شنود اینه، ما این رو گوش کردیم. تا ظهر آقا میشه رئیس بانک. ظهر به آقا میگه 380 میلیارد تومان بدون سند، بدون ظالم، بدون بهره برید به فلان حساب. این فرمانده سپاه همچنین میگوید روح الله زم، مدیر وبسایت آمد نیوز که چند ماه پیش در عراق به دست سپاه بازداشت و به ایران آورده شد، با مقام‌های دولت حسن روحانی ارتباط داشته و رئیس جمهوری نگران افشای این ارتباط بوده. آقای زم شروع کرد اعتراف کردن. آه، لیستی از مقامات بلندپایه مملکتی. برای شما به عنوان مرتبطین آقای زم، به عنوان لشکریان داخلی به شما خواهند داد. اگر این اتفاق نمی افتاد ما 15 روز پیش میخواستیم لیست اولیه زم را به مردم معرفی کنه. دید داره خفه میشه، این بدبشوری را پیش آورد. الان بهنم گفتیم حالا بذار بمونیم. تغییر انداخت، غلط کرده، تغییر انداخت. این کاملا منتفی نخواهد شد. من نمیدونستم اون هفته است یا هفته بعدی. این سخنان در حالی مطرح شده که حسن روحانی گفته از زمان دقیق سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اطلاعی نداشته. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده، برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید. در این حال سخنان این فرمانده سپاه نشانه دیگر از قطبی شدن فضای سیاسی و قرار گرفتن رئیس جمهوری در جبهه مقابل رهبر و حامیانش است.
در آستانه انتخابات مجلس ایران. باران عباسی، بی بی سی. روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز رسما شروع شده. دموکرات‌ها می‌گویند آقای ترامپ از اختیاراتش برای تحقیق درباره یکی از رقبای بالقوه‌اش در انتخابات پیش رو سو استفاده کرده. نمایندگان مجلس سنا قرار است امروز آیین‌نامه استیضاح را تصویب کنند. آقای ترامپ سومین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا است که استیضاح می‌شود. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده این جلسه است. خشایار جنیدی همکارم از واشنگتن دنبال کرده مرحله به مرحله این روند استیضاح رو. خشایار، الان چه اتفاقی داره میفته؟ ران، اگر تصاویر استیضاح رو میبینید، آقایی که الان داره سخنرانی میکنه جی سکولو هست که وکیل شخصی آقای ترامپ هست، یکی از دو فردی هست که تیم وکلای مدافع او رو در جریان استیضاح در سنا هدایت میکنه و داره درباره قطعنامه پیشنهادی رهبر جمهوری خواهان سنا برای تصویب آیین‌نامه اجرایی استیضاح صحبت میکنه و نظر تیم دفاعی رو مطرح میکنه. اون چیزی که امروز به عنوان نخستین روز آغاز رسمی استیضاح آقای ترامپ در سنا داره رخ میده این هست که مجلس سنا باید آیین‌نامه اجرایی استیضاح رو طبق اون چیزی که رهبر جمهوری خواهان به عنوان حزب اکثریت پیشنهاد داده تصویب کنند. نزدیک 250 سال از استقلال آمریکا میگذره. در طی این دوران آمریکا 45 رئیس جمهور داشته و آقای ترامپ سومین رئیس جمهوری هست که کارش به استیضاح میکشه. بنابراین قوانین مربوط و آیین‌نامه های مربوط به استیضاح چندان روشن نیستند. خیلی ها صحبت از این میکنن که باید عطف به آیین‌نامه ای بکنن که در سال 1999 در جریان استیضاح بیل کلینتون صورت گرفته. منتها جمهوری خواهان یک آیین‌نامه ای رو الان آوردن ارائه دادن که چندان مورد رضایت دموکرات ها نیست. دموکرات ها دارن تلاش میکنن در این آیین‌نامه یه سری مسائل رو بگنجونن، از جمله که تاکید دارن بر اینکه اسنادی که کاخ سفید تا کنون از ارائه اونها به کنگره خودداری کرده باید حتما در اختیار سنا گذاشته بشه در جریان استیضاح و اینکه بعضی از مقامات کنونی و گذشته یک کاخ سفید مانند جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید باید حتما به سنا بیان و شهادت بدن. جمهوری خواهان نسبت به این یک مقدار خیلی موافق نیستند. از سوی دیگر نگرانی دیگری که دموکرات‌ها دارن مطرح میکنن میگن که آقای میچ مک‌کانل سناتور جمهوری خواه رهبر اکثریت جمهوری خواه این پیشنهادی رو که برای آیین‌نامه اجرایی داره ارائه میده در حقیقت پاش رو گذاشته روی پدال گاز و تخت گاز، داره روند استیضاح رو جلو میبره، میخواد خیلی زود سر و ته قضیه رو هم بیاره قبل از سخنرانی سالانه آقای ترامپ که دو هفته دیگر در کنگره انجام خواهد شد. دموکرات‌ها نگران این موضوع هستن و دارم که جمهوری‌خواها دارن سعی میکنن از طریق این ترفندهایی که دارند روی حقیقت سرپوش بگذارند. جمهوری خواه ها میگن نه، میچ مک‌کانل اومد یک سخنرانی کرد و گفت که آیین‌نامه‌ای که ارائه کرده، فرمولی که داره ارائه میکنه در جهت انصاف هست و در جهت اینکه یک استیضاح عادلانه برگزار بشه. به هر حال این روند تازه امروز آغاز شده، امروز قرار هست آیین‌نامه رو مشخص کنند تا از فردا بحث‌های اصلی رو دو طرف آغاز کنند. متشکرم خشایار جنیدی از واشنگتن با ما. و اما رسانه‌های ایران گزارش دادند که مدیران 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا برای مذاکره با مسئولان ارشد کنفدراسیون فوتبال آسیا راهی مالزی می‌شوند. روز دوشنبه بعد از نشستی با هماهنگی فدراسیون فوتبال ایران، مدیران 4 تیم ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا اعلام کرده بودند در صورت سلب حق میزبانی از شرکت در بازی‌ها انصراف خواهند داد. اما امروز وبسایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در جدول برنامه مسابقات خود اعلام کرده روز شنبه 5 بهمن در شهر شارجه امارات متحده عربی شهر خودروی مشهد با الرفاع بحرین بازی خواهد کرد و همزمان استقلال تهران هم در دبی با الکویت کویت روبرو خواهد شد.
اما پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما در استودیو با ماست. پوریا، یعنی چی این کاری که کنفدراسیون فوتبال آسیا کرده؟ یعنی آیا بالاخره ایران پذیرفته که بازی‌ها رو در کشور دیگه انجام بده یا نه؟ به نظر میاد که ایران هنوز نپذیرفته، ولی که حرکت خطرناکی است، به خاطر اینکه ایران اون مهلتی که باید اعلام میکرد به کنفدراسیون فوتبال آسیا که اون کشور سومی که در نظر گرفته که بازی‌ها رو در اون برگزار بکنه رو از دست داد و حالا کنفدراسیون فوتبال آسیا تصورش اینه که این ممکنه که به جاهای بالاتر بکشه و میگه که من دارم کار خودم رو درست انجام میدم. الان که شما اعلام نکردین، من اومدم امارات رو اعلام کردم، نگاه هم کردن، احتمالاً به این نتیجه رسیدن که هم پرواز مستقیم به شارجه وجود داره، هم پرواز مستقیم به دبی وجود داره از ایران، و اینکه تیم بحرینی هم مثلا اگه که قطر رو انتخاب میکردن میگفتش که ما روابط دیپلماتیک با قطر نداریم، با امارات روابط خوبی دارن، هر دو تا کشور میتونن برن اونجا بازی کنن، کویت هم که مشکل خاصی نداشت. یعنی اونها دارن کارهای خودشون رو بر روال قانون انجام میدن. توی چند روز ایرانی ها مرتب کنفدراسیون فوتبال آسیا رو به سیاسی کاری متهم کردن. چقدر به نظر تو چنین ادعایی منطقی میاد؟ واقعا منطقی نیست. ما یک تصویری رو آماده کردیم که یه اسکرین شاتی هستش که من گرفتم از اعضای کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، و وقتی که نگاه میکنید به اعضای این کنفدراسیون، اکثرا کسایی که از غرب آسیا هستن از کشورهای هستن که به نظر میاد روابط حسنه‌ای با ایران دارن، از عراق گرفته، یمن گرفته، لبنان گرفته. این البته تصویر، این تصویری که داریم صحبت میکنیم راجبش که مهدی تاج هم اونجا میبینید جزء نایب رئیس هاست، فقط رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا است. و حالا رعنا، تو چندین ساله که اینجا خبرها رو دنبال میکنی، خبرها رو میخونی، خبرهای ورزشی هم میاد، فکر میکنم حداقل سالی یکی دو بار میشنوی که قراره که استقلال و پرسپولیس خصوصی بشن. این همیشه تو خبرهای ما هست، یعنی که این دو تا باشگاه خصوصی نیستن و کنفدراسیون فوتبال آسیا در تمام این سالها اجازه داده با وجودی که برخلاف اساسنامش این باشگاه ها دولتی بودن بیان و در مسابقه ها شرکت بکنن. یعنی که به نظر میاد که واقعا کنفدراسیون آسیا به عنوان یکی از قدیمی ترین اعضای خودش به ایران نگاه میکنه با تعداد تماشاگرانش و دوست داره که یه راه حلی پیدا بکنه. دیشب در یکی از برنامه‌های تلویزیون بحث مبلغی بود که ایران احتمال داره جریمه بشه اگر که انصراف بده. بحث 30,000 دلار و 50,000 دلار بود. فکر می‌کنی که به همین میزان ختم بشه؟ نه واقعا، این الان این مبلغی که اونجا مطرح شده، این فقط اون چیزی که تو انگلیسی بهش میگن ادمین فی، یعنی که هزینه اداری برای کنفدراسیون برای برگزاری اون مسابقه، و حداقلش اون 30,000 تا 50,000 تاست. اول از همه یک نکته فنی وجود داره اینجا. این باز دوباره اصطلاح انگلیسیشو میگم commencing to the tournament، یعنی که در واقع اومدن در قرعه کشی شروع شرکت کردن به معنی شروع مسابقه هاست. یعنی استقلال و شهر خودرو با وجودی که نرفتن داخل زمین، به خاطر اینکه در مراسم قرعه کشی بودن، به این معنیه که در این مسابقات حضور دارن. یعنی گفتن که آقا شما اومدین تو مراسم قرعه کشی، یعنی که نیت خودتون نشون دادین که در مسابقه حضور دارین. بنابراین دیگه اون مهلتی که میگفتن که قبل از مسابقه ها انصراف بدید، اون گذشته. و بعد نقل قولی هستش از روی اساسنامه، آیین نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا، در مورد اینکه چه غرامتی رو باید بپردازن تیم هایی که انصراف میدن. این گفته که باید هم به کنفدراسیون، هم به حریفان، هم به شرکای تجاری، و از همه مهمتر چیز ترسناکشون قسمت آخرشه، صاحبان حق پخش تلویزیونی، همین بحث میلیون ها دلار میتونه باشه. بحث میلیون ها، همین چند روز پیش برای شرق آسیا 8 میلیارد دلار قرارداد بسته، ببخشید 4 میلیارد دلار قرارداد بسته شده برای شرق آسیا. یعنی که صحبت از میلیون هاست. بله. و اینکه در نهایت میتونه پای فدراسیون فوتبال ایران رو هم بگیره این ماجرا. متشکرم پوریا ژافره در استودیو با ما. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. ممنون که با ما بودید. فعلا شب خوش.